چگونه حجم اسپرم رو افزایش بدیم از دیدگاه روانشناسی افزایش تولید و کیفیت اسپرم در درجه اول بستگی به سبک زندگی سالم و مدیریت سطوح استرس داره برای افزایش حجم اسپرم چندین تغییر در شیوه زندگی و درمان طبیعی وجود داره که میتونید امتحان بکنید. در اینجا چند استراتژی روانشناختی وجود داره که میتونید به طور غیر مستقیم اسپرم رو بهبود بدید و کمک بکنه که افزایش بدید. سلام مریم هستم کارشناس ارشد روانشناسی از دانشگاه تهران و همینطور مربی حرفه در آنتاریو کانادا دوستان عزیزم شما میتونید ویدیوهای مورد نیازتون رو با باز کردن پلیلیست ها انتخاب بکنید و ببینید هر سوالی هم داشتید بپرسید خودم شخصا به همه سوالات پاسخ میدم ممنونم از پیام های زیباتون لطفا چک بکنید سابسکرایب کردید زنگوله کنارش را هم زدید تا از ویدیوهای ما با خبر بشید به یاد داشته باشید برای زندگی بهتر باید تلاش بکنید پس با من همراه باشید همه رو دوست دارم استرس رو مدیریت کنید استرس مزمن میتونه روی سلامتی از جمله تولید اسپرم تاثیر منفی بذاره در فعالیت های کاهش دهنده استرس میتونیم مدیتیشن، تمرین های تنفسی عمیق، یوگا، ورزش های بدنی منظم و سرگرمی‌هایی که به شما کمک میکنه آروم بشید رو شرکت بکنید. استرس طولانی مدت باعث افزایش سطح کورتیزول میشه که اثرات منفی و قوی روی تستسترون داره وقتی کورتیزول میره بالا سطح تستسترون تمایل به کاهش داره مدیریت استرس میتونه به سادگی پیاده روی در طبیعت مدیتیشن ورزش یا گذروندن وقت با دوستانتون باشه خواب کافی برای سلامتیتون هر شب هفت یا نه ساعت خواب با کیفیت داشته باشید تا عملکرد بدنتون بهینه بشه مثال میزنم برنامه خواب منظمی رو با رفتن به رخت خواب و بیدار شدن در ساعات ثابت هر روز حتی آخر هفته ها هم تنظیم بکنید سبک زندگی سالم رو در پیش بگیرید برخی از عوامل سبک زندگی میتونه به طور غیر مستقیم بر تولید اسپرم تاثیر بذاره یک رژیم غذایی متعادل و سرشار از ویتامین ها میوه ها سبزیجات غلات کامل پروتئین‌ها ها و بدون چربی یا حتی چربی های سالم رو در برنامهتون داشته باشید از مصرف زیاد الکل سیگار کشیدن مصرف مواد مخدر غیر قانونی خودداری بکنید چون میتونه بر کیفیت اسپرم تاثیر منفی رو بذاره ذهنیت مثبت رو حفظ کنید پرورش دیدگاه مثبت و مدیریت احساسات منفی میتونه به رفاه کلی شما توی سلامت بدنتون کمک بکنه از نگرانی یا استراب بیش از حد جلوگیری بکنید چون میتونه منجر به افزایش سطح استرس در شما بشه به طور مثال قدردانی رو با یادداشت کردن چیزایی که هر روز به خاطر اونها شکر گذار هستید تمرین بکنید این میتونه به تغییر تمرکز شما به سمت مثبت دیدن کمک بکنه یک رابطه حمایتی رو تقویت کنید یک رابطه سالم و حمایتی با شریک زندگی خودتون میتونه بر سلامت روانی شما تاثیر مثبت بذاره ارتباط باز صمیمیت عاطفی و حمایت متقابل میتونه سطح استرس شما رو کاهش بده و محیطی مناسب رو برای افسایش اسپرم شما به وجود بیاره به طور مثال به طور منظم در فعالیت های شرکت بکنید که پیوند شما رو تقویت میکنه مثل سرگرمی های مشتره یا صرفا صرف وقت با افرادی که با اونها لذت میبرید باشه به طور منظم ورزش کنید علاوه بر اینکه ورزش بر سلامتی عمومی شما مفید هستش ورزش منظم میتونه سطح تستوسترون رو افزایش بده ورزش باعث افزایش جریان خون در بیزه ها میشه که میتونه تولید اسپرم رو بهبود بده مطالعات نشون میده که مردانی که به طور منظم ورزش میکنن نسبت به مردانی که غیر فعال هستن سطح تستوسترون بالاتر و کیفیت اسپرم بهتری رو دارن با این حال باید از ورزش بیش از حد هم خودداری بکنید چون ممکن هست اثر معکوس داشته باشه به طور مثال پیاده روی سریع آهسته دویدن شنا یا دوچرخه سواری رو برای حداقل سی دقیقه در روز داشته باشید و در بیشتر هفته ها هم ورزش روزانه خودتون رو فراموش نکنید رابطه جنسی مثبت رو حفظ کنید یک رابطه جنسی سالم و رضایت بخش با همسرتون میتونه تاثیر مثبتی رو داشته باشه فعالیت های جنسی منظم باعث ترشح هورمون ها میشه و به حفظ حیات اسپرم کمک میکنه به طور مثال با شریک زندگی خودتون در مورد نیازها و خواسته های جنسی خودتون به طور آشکار ارتباط برقرار بکنید و برای حفظ یک رابطه جنسی رضایت بخش و لذت بخش با همدیگه همکاری بکنید محدود کردن قرار گرفتن در معرض سموم محیطی برخی عوامل محیطی مثل قرار گرفتن در معرض آفتکش ها مواد شیمیایی صنعتی فلزات سنگین میتونه اثرات مزری بر سلامت اسپرم داشته باشه به طور مثال هنگام کار با مواد شیمیایی یا در محیط هایی که در معرض سموم احتمالی قرار دارن از وسایل از وسایل محافظتی مثل دستکش یا ماسک استفاده کنید و برای کاهش قرار گرفتن در معرض آفتگوش به خرید محصولات ارگانیک فکر بکنید از قرار گرفتن در معرض حرارت بیش از حد خودداری کنید. دمای بدن میتونه تاثیر منفی بر تولید اسپرم داشته باشه. از قرار گرفتن طولانی مدت در حمام‌های های داغ سونا، جکوزی و لباس های زیر یا شلوار های تنگ که میتونه دمای کیسه بیزه رو افزایش بده خودداری بکنید مثل لباس زیر گشاد و قابل تنفس رو انتخاب بکنید که از پارچه های طبیعی مثل پنبه باشه تا گردش هوای بهتری رو در داخل بیزه های شما در جریان قرار بده ممنونم که تا انتها با من همراه بودید مطمئن بشید که سابسکرایب کردید و زنگوله یک کنارش را هم زدید ممنون میشم برای من کامنت زیبا بذارید شما رو به دیدن ویدیوهایی که در انتها پیشنهاد میکنم دعوت میکنم شب و روز خوبی رو داشته باشید دفعه بعد میبینم اتون.